گزارش دیولت آلمان درباره محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک، تصمیم کشتن مخالفان رژیم در اروپا و به ویژه حمله به مجاهدین خلق در بالاترین سطوح در ایران گرفته شده است. این اولین باری است که یک حکومت به خاطر ارتکاب سوء قصد به دادگاه کشیده می شود. طراحی ها حداقل یک سال قبل از سوء قصد انجام شده بود. مواد منفجره از ایران با یک پرواز مسافربری توسط اسدی منتقل شده بود. روزنامه دیولت آلمان در گزارش مبسوط خود درباره محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و همدستانش در بلژیک می نویسد. هدف آنها بمبگذاری در نشست سالانه جنبش اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران بود که بسیاری از شخصیت‌های مشهور بین المللی و سیاستمداران در آن شرکت می کنند. هدف اصلی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت مریم رجوی است که مجاهدین و مقاومت ایران را رهبری می کند. مدارک نشان می دهد که تصمیم گیری درباره این ترور که احتمالاً یکی از بزرگترین سوء قصد های تروریستی در تاریخ اروپا می توانست باشد تا به بالاترین نقطه در رژیم ایران راه می برد. در هر صورت در این فاصله یک اتهام دیگر به موارد اتهام افزوده شده است. متهمان اکنون دیگر فقط متهم به طراحی یک قتل تروریستی نیستند، بلکه همچنین متهم هستند که از سال 2007 به یک سازمان تروریستی یعنی سرویس مخفی و بدنام رژیم ایران MOIS وزارت اطلاعات تعلق داشتند. این اولین بار است که در اروپا یک حکومت خارجی مسئول یک حمله تروریستی برنامه ریزی شده در مقیاس عظیم شناخته شده و به دلیل آن به دادگاه کشیده می شود. در 18 فوریه سال 2020، 29 بهمن 1398، در نامه‌ای به دادگاه آنتورپ در چند جمله خلاصه آمده است: پروژه حمله از جانب رژیم ایران طراحی و توسط این کشور هدایت شده است. این یک اقدام خصوصی از سوی اسدی نبوده است. بر طبق مدارک دادگاه که در اختیار دولت قرار دارد، طراحی ها حداقل یک سال قبل از سوء قصد انجام شده بود. تحقیقات انجام شده روی تلفن اسدی که مقامات فرانسوی انجام دادند نشان می دهد که وی در ماه ژوئن 2017، خرداد ماه 1396، کنفرانس سالانه قبلی شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق را مورد تجسس قرار داده بود. کمی قبل از کنفرانس سال 1397، مأمور اسدی به نام سعدونی بود که به محل رفته و عکس‌هایی برای اسدی ارسال کرده بود. این دیپلمات بایستی که از سال 1393 از وین عملیات جاسوسی وزارت اطلاعات در اروپا را هماهنگ می‌کرده که برخی او را به عنوان رئیس اروپایی وزارت اطلاعات می‌شناسند. بر اساس اظهارات مقامات بلژیکی، این زوج از خطرناک بودن بمب مطلع بودند. در یک گزارش تحقیقاتی آمده است که مواد منفجره نسبت به گرما، استکاک یا شوک واکنش حساسی داشته و ساختار بمب بسیار حرفه‌ای می باشد. در ماشین اسدی، افسر رهبری کننده، یک دفترچه یادداشت قرمز رنگ حاوی دستورالعمل‌های داده شده به بمبگذار یافت شد. مقامات امنیتی آلمان نیز در ماشین اسدی رسیدهای دستنویس عطف به پرداخت پول به یک سری از مأمورین را پیدا کردند، از جمله 11710 یورو که سعدونی و نعامی در دیدارشان در لوکزامبورگ دریافت کرده بودند.